سرخط خبرها. تأکید ریاست جمهوری بر آوردن اصلاحات در سال جاری. آقای اشرف غنی گفت سال روان سال تحرک افغانستان در تمامی عرصه هاست. تعلیق وظایف مسئولان دو حوزه امنیتی در کابل. وزارت داخله تأکید کرد که با غفلت کنندگان وظیفوی برخورد می شود. تیراندازی در اطراف کنگره آمریکا در واشنگتن. کاخ سفید تحت پوشش ویژه امنیتی قرار گرفت. و پایان هواپیما ربایی هواپیمای مصری در قبرس. تمامی سرنشینان این هواپیما آزاد شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان ارجمند، سلام بر شما. به این برنامه خبری خوش آمدید. زادروز ریحانه نبی، سیده زنان بهشتی، بانوی نمونه جهان اسلام، حضرت صدیقه طاهره و زهرای مرضیه را به شما بینندگان گرامی به خصوص بانوان مؤمن کشور تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. فردا 20 ماه جمادی الثانی سال روز میلاد فرخنده دختری است که با طلوع آفتاب وجود نازنینش زن از بردگی و زنده به گور شدن رهایی یافت و حیثیت و کرامت انسانی او بازگردانده شد. دختری که مادر پدر نامیده شد و بهش در زیر پای مبارکش جا خوش کرد. به گفته آگاهان مسائل دینی، با ظهور اسلام زن از ابزار بودن خارج شد و از جایگاه و پایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار گردید. فاطمه آن بانوی برتر عالم در روزگاری به دنیا آمد که کسی برای زن ارزش قائل نبود. اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به زن شخصیتی داد و زن را به عنوان مادر به جامعه تحویل داد و آنچنان به دخترش ارزش قائل شد که او را مادر خطاب میکرد. با پاگذاشتن این بانوی بزرگ، تحولی در دنیای بشری به وجود آمد و زن جایگاهی ویژه‌ای یافت. تحولاتی است که بعد از ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، زنهای عالم از این مستفید میشن و دیگه بعد از آمدن فاطمه زهرا سلام الله علیها زن بودن جرم نیست. یک بزرگ و یک شخصیت و یک نامدار و یک رهبر و یک جایگاه بلند میرسد، بازم از دامان همین مادر است. ولی خدای متعال و دین مقدس اسلام همین جایگاه را میخواهد که حفظ بکنه و از طرف دیگر کرامت بده به این جایگاه دین مقدس اسلام. با طول یافتا وجود حضرت زهرا، زن از ازلاد و گوشنشینی بدر آمد و سهم فعال در تحولات سیاسی و اجتماعی را بردوش گرفت. حتی در پشت سنگرهای حق علیه باطل نیز نقش ایفا کرد و مسئولیت‌های سیاسی اجتماعی را تا پیمانه تشکیل حکومت اسلامی بر عهده گرفت. وقتی که به دنیا میآید تا زمانی که از این دنیا میرد، به مدت 18 سال می‌بینیم که بهترین زندگی را داشته و بهترین برخوردها که امروز او الگوی برای همه جامعه انسانی و بشریت قرار گرفته است. در حالی که اسوه ها و الگوهای چون حضرت زهرا به عنوان بانوی نمونه عالمی بشریت در اسلام وجود دارد، اما امروز در جوامع اسلامی الگوهای لیبرالیستی، فمینیستی تبلیغ و توصیه می‌گردد و خارج از ارزش‌های دینی برای زنان مسلمان نسخه های منسوخ تجویز می‌گردد. اما جوامع متدین و مردم دیندار همچون مردم مسلمان کشور همواره زنان برتر امت اسلامی را الگو قرار داده و به جای نسخه های فمینیستی الگوهایی را انتخاب میکنند که صدها سال پیش از الگوهای لیبرالیستی به زن کرامت داد و برای بازگشت حقوق انسانی او نسخه های عقلانی و فطری را پیچید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دیدار با نمایندگان و بزرگان ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوگر و میدان وردک، کوچیان و شورای مردمی زون جنوب شرق گفته که امسال برای اصلاحات آماده هستیم. رئیس جمهوری سال روان را سال تحرک افغانستان در زمینهای مختلف عنوان کرده. در این دیدار نمایندگان این ولایت ها از مشکلات مردم گفتند. نبود امنیت، صحت، شاهراه، تحصیلات، اعمار بندها، غصب زمین ها، فساد اداری، برق و قاچاق سنگ های قیمتی از مواردی بودند که نمایندگان برای جمهور خبر دادند.
آقای غنی هم با آنها وعده داد و مشکلاتشان رسیدگی می شود. رئیس جمهور با تاکید بر اراده حکومت برآوردن اصلاحات در سال جاری گفت مشکلات در حکومت حق همه مردم است، اما به جای تقرر افراد روی معیارها دقت شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. آقای غنی گفت برای شروع کار 29 بند در سال جاری بودجه فراهم شده، اما هنوز وزارت‌ها ظرفیت مصرف معقول این بودجه را ندارند. رئیس جمهور گفت امسال در زمینه آب و زمین تحرکات چشمگیر ایجاد می شود. رئیس جمهور در قسمت دیگری از صحبت‌هایش از فرار جوانان از کشور انتقاد کرده و گفت افغانستان با اراده قوی ساخته می شود، نه فرار از کشور. رئیس جمهوری افزود سال گذشته سال بقای افغانستان و امسال سال تحرک است. او گفت جامعه جهانی که در حال خارج شدن از کشور بود را قانع ساخته تا با همکاری‌هایشان ادامه بدهند. آقای غنی جنگ جاری را تحمیلی دانسته تاکید کرد سال گذشته 7 مرحله جنگ را پشت سر گذاشتیم، اما دشمن به اهداف خود که تصرف چند ولایت بود دست نیافته است. او گفت قوای خاص امنیتی از توانایی‌های لازم برخوردار گشته و می‌توانند 5 عملیات شبانه، 5 عملیات روزانه، 15 عملیات مستقلانه را راه اندازی کنند. رئیس جمهور گفت امسال برای اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد آماده هستیم و اضافه کرد 120 تن از قاضیان از وظایفشان سبکدوش شده و در دادگاه عالی نیز اصلاحات لازم به میان می‌آید. رئیس جمهور غنی با اشاره به افزایش صادرات میوه افغانستان گفت در ماه جوزا هر روز 600 تن میوه از پارک صادراتی باریک آب به خارج خواهد شد و ای گفت در راستای آوردن صلح باید با پاکستان به نتیجه اساسی برسیم و در بخش ترانزیت با پاکستان نیز در حال بحث هستیم. وزارت امور داخله وظیفه عامر حوزه 11 پلیس شهر کابل را به تعلیق درآورده. این واکنش در پیوند به انفجار صبح امروز در منطقه خیرخانه است که در آن 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله گفته که 4 پلیس دیگر نیز در این حوزه از وظایفشان تعلیق شده و به کمیته تفتیش دستور داده شده تا در مورد تحقیق کند. منطقه خیرخانه کابل مربوط به حوزه 11 پلیس صبح امروز شاهد یک انفجار بود که در آن 4 تن کشته و 15 نفر زخمی شدند. رفیع الله گل افغان عضو پیشین مجلس بزرگان گفته این انفجار در 30 متری موترش رخ داده، اما به او آسیبی نرسیده است. اما وظیفه عامر این حوزه به حالت تعلیق درآمد. تعلیق وظیفه او پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً وزارت امور داخله اعلام کرده مسئولان پلیس حوزه‌های شهر کابل و فرماندهان پلیس ولایت‌ها و ولسوالی‌هایی که در محل ماموریت آنها جرایم سازمان یافته اتفاق می‌افتد در صورت اثبات سهل‌انگاری و غفلت از وظیفه مورد پایگرد قرار خواهند گرفت. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام وزارت امور داخله را مفید خوانده و می‌گویند اقدامات اینچنینی می‌تواند در تامین امنیت کابل مفید باشد. هرگاه اگر هر مقام حکومتی در هر موقف و جایگاه قرار داشته باشه کار به صورت احسن انجام بدن، باید مورد تقدیر قرار بگیره و جاهایی که اگر غفلت و تسامح و قانون شکنی از جانب مسئولین صورت میگیره و به احتیاطی نسبت به جان مال مردم صورت میگیره، در این صورت حکومت مکلفیت داره که باید جلوی انسانهای غافل باید بگیرن. وزارت داخله گفته بود که این تصمیم پس از تصویب شورای امنیت ملی گرفته شده و هدف از آن مقابله با جرایم سازمان یافته است. در این فرمان بر ریاست عمومی تفتیش این وزارت دستور داده شده تا با روند اجرای این امر به گونه دقیق و همه جانبه نظارت کند. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که گفته شده در برخی تخلفات و جرایم سازمان یافته در شهر کابل مسئولان پلیس هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست دارند. در بسیار مواقع تخلفاتی که صورت می‌گیرد دو حالت داشته، یا مسئولین مستقیما دست داشته برای به ثمر نشستاندن یک تخلف، بعضی وقتا نفس غفلت وظیفه‌ای خودش هم از دید قانون جرم پنداشته میشه. چند ماه قبل هم شماری از تاجران کشور رابو داشتن تاجران و خانواده هایشان را در کابل و ولایات یک چالش خوانده و گفته بود یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه از کشور همین مورد است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع در ماه سنبله با اشاره به رابو داشتن یک تاجر در کابل گفت که این فرد در نزدیکی پسته پلیس رابوده شده و ما یقین داریم که افراد دولتی با ربایندگان هم دست هستند. در همین حال وزارت داخله اعلام کرده که وظیفه عامر حوزه 13 و 4 پلیس و 4 پلیس دیگر این حوزه نیز به حالت تعلیق درآمده و تحقیق از آنها
جری آغاز شده است. تعلیق وظایف این افراد در ارتباط با برخورد سه فایر راکت به ساختمان شورای ملی صورت میگیرد که دیروز از نواحی مربوط به این حوزه شلیک شده. وزارت امور داخله گفته که پلیس متعهد است تا با نیروهایی که خدمتگزار مردم نیستند برخورد قانونی کند. روز گذشته هنگام استجواب مسئولان امنیتی سه مرمی راکت به ساختمان شورای ملی اصابت کرد. 60% از اساتید دانشگاه‌های دولتی از لیسانس به مقاطع ماستری و دکترا ارتقا پیدا کردند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی با اظهار این مطلب گفته که این وزارت برنامه‌های جدی را در سال 1395 خورشیدی دنبال می‌کند تا با تطبیق آن تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سطوح مختلف این وزارت صورت بگیرد. اما تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها معتقدند اگر این وعده‌ها مثل وعده‌های قبلی این وزارت جنبه عملی نیابد، اساتید، محصلین و مردم بیشتر دل سرد می‌شوند. وزارت تحصیلات عالی عزم خود را جزم کرده و اولویت‌های کاری این وزارت را در سال 1395 بحث کانکور، موضوع تفویض بورسیه‌ها، نظارت بر دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، ارزیابی اسناد اساتید، رسیدگی به موضوعات علمی و اکادمیک و برنامه‌های زیربنایی کوتاه مدت و بلند مدت اعلام کرده. اما اساتید و محصلین می‌گویند این وزارت به جای شعار دادن عملی قابل توجه داشته باشد. بدون شک ما در بخش‌های مختلف و در سطوح مختلف راهکارهای بسیار جدی را در نظر گرفتیم. دستگاه رهبری وزارت تحصیلات عالی در مجموع وعده‌هایی که بر ملت افغانستان دادن در بخش مؤسسات تحصیلات عالی جامعه عمل بپوشد، بدون شک مورد استقبال مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان هم از دولتی و خصوصی قرار خواهد گرفت. ولی اگر بازی وعده‌ها مثل سایر وعده‌های دولت و حکومت در روی یخ نشسته شود، رفتاب گذاشته شد، مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت. ما امیدوار هستیم که دی قسمت تنهای شعار نمانه، بلکه در عملا همچنان نشان بتواند تا که رضایت ما مسئولین حاصل بکنند. ما امیدوار هستیم که دیگر بعضی از تغییرات صورت بگیره و شعار نباشه. وزارت تحصیلات عالی در پاسخ به سطح پایین سواد اساتید دانشگاه‌های دولتی میگوید 60% این اساتید به مقاطع ماستری و دکترا ارتقا نموده و در حال حاضر از 30 برنامه ماستری در کشور 16 رشته آن در دانشگاه‌های دولتی کابل تدریس می‌شود. اما شماری از اساتید دانشگاه‌ها شرایط ارتقای تخصص اساتید را محدود می‌دانند. اساتید محترمه که مصروف تدریس هستند در پهلوش باید تحقیق هم فراموش نکنه، توجه به تدوین و تنظیم مقالات علمی است، همچنان تحقیقات علمی خود اساتید بزرگوار ما است. قابلیت پذیرششان فوق العاده ضعیف است و بنا نمیتونن حتی برای استادای امی دو پانزه کفایت کنه، چه سببی که باز متقاضیای بیرون پانزه ها یا پوانتونا بیان از این فرصت ها استفاده بینه یا شایسته کنم. سخن از ارتقای سطح سواد اساتید در حالی مطرح می‌گردد که وزارت تحصیلات عالی می‌گوید 300,000 داوطلب در کنکور امسال شرکت کردند. وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که 118,000 نفر از این تعداد جذب پروسه تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی می‌شوند که به گفته این وزارت جذب این تعداد یک دستاورد بزرگ است. اما اساتید دانشگاه با توجه به فرار جوانان از کشور این رقم را غیر واقع بینانه می‌دانند. از 300,000 نفر متقاضی 118,000 نفر متقاضی را ما جذب پروسه حوزه تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی میکنیم. مقطع لیسانس و نیمه عالی 118,000 نفر که یک کمیت قابل ملاحظه است که 3,000 نفر افزایش پیدا کرده. این رقمی که اعلام شده فکر میکنم که بیشتر یک رقمی به اصطلاح غیر واقع بینان است. ظرفیت جذب ما در سال تحصیلی 93 و همینطور 94 بین 50,000 تا 60,000 بود در نهادهای تحصیلات عالی دولتی در سراسر کشور. فرار جوانا از افغانستان و به طرف کشورهای مختلف دنیا خصوصا قاره اروپا که اکثرش فارغ تحصیلای چی بوده مکاتب ما بوده، این میزان اشتراک فارغ تحصیلای مکاتب دولتی و خصوصی را در کنکور سال 1394 یا بگویم سال 1395 پایین آورده تا گفته میشه معادل نصف اشتراک کنندگان سال 1393.
کمبود ظرفیت برای پذیرش داوطلبان کنکور و سطح پایین دانش اکادمیک اساتید از اساسی ترین نگرانی ها در سالهای اخیر است که همواره از سوی منابع آگاه و دانشجویان گوشزد شده است. با این حال آگاهان و دانشجویان معتقدند که اقدامات صورت گرفته موثریت چندانی برای رفع این دلنگرانی دانشجویان در پی نداشته است. فیصل امین گفت کمیت زمانی افزایش خواهد یافت که کیفیت تضمین شود و گفت این وزارت در پی تعمیر زیربناها در 34 ولایت است تا از این طریق محصلین بیشتری جذب نماید. افغانستان از جمع 22 کشور سطح بالای بیماری توبرکلوز خارج شده. وزیر صحت عامه امروز گفته که بر اساس آمار سازمان صحی جهان 22 کشور دارای بیشترین بیمار مبتلا به توبرکلوز شناخته شده بود که افغانستان امسال از این دسته کشورها خارج شده. خارج شدن افغانستان از جمع کشورهایی که دارای بیشترین ارقام بیماری توبرکلوز می باشد یک موفقیت برای افغانستان شمرده می شود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت 1937 مرکز شناسایی و تداوی این مرض در کشور افزایش یافته که باعث شده 97% مردم کشور تحت پوشش خدمات صحی مرض توبرکلوز قرار گیرند. افغانستان از جمله 22 کشور توبرکلوز دنیا که در او واقع توبرکلوز بسیار زیاد بود، با همکاری همی شرکا، همکاران وزارت صحت عامه، به فضل الهی ما از جمله 22 کشور خارج شدیم. این افغانستان به او پیمانه که 22 کشور دیگه دنیا از توبرکلوز رنج میبره، الحمدلله امسال ما از او بیرو شدیم. وزیر صحت عامه همچنین گفت که در سال گذشته 37,000 واقعه توبرکلوز کشف و تحت درمان قرار گرفته است. او اما علاوه کرد که 23,000 بیمار دیگر هم وجود دارند که هنوز تداوی نشدند. آقای فیروز یک بار دیگر از جان باختن 14,000 نفر بر اثر بیماری توبرکلوز در سال گذشته خبر داد. افسود در سال 2014 حدود 9 میلیون بیماری توبرکلوز در جهان کشف گردیده که 1.5 میلیون آن از بین رفتند. آقای فیروز بر مبارزه جدی با این بیماری و با شعار پیش به سوی محو توبرکلوز تاکید کرد. از سوی دیگر دو شفاخانه صحی با ظرفیت 100 بستر که در شهر گردیز ولایت پکتیا و دیگری با ظرفیت 20 بستر در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا موقعیت دارند، امروز سند اعمار آنها به وزارت صحت عامه در کابل تحویل داده شد. این دو شفاخانه با همکاری اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا به هزینه مجموعه 19 میلیون دلار ساخته شده که تا یک ماه دیگر آغاز به کار خواهند کرد. قاچاق مواد مخدر در سال گذشته 48% و کش این مواد 18% کاهش داشته. رئیس عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر با ارائه این آمار امروز گفته که در سال گذشته 624 نفر به اتهام دخالت در بیش از 500 قضیه مسکرات و مواد مخدر دستگیر و به محاکم معرفی شده که در میان آنها یک جنرال، 36 تن از مؤسفین خدمات عامه، 12 خانم و 3 فرد ایرانی و یک تبعی کانادایی وجود دارند. رئیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر با ارائه این آمار و ارقام گفت از میان متهمان 4 تن بیگناه شناخته شده و دیگران از 3 ماه تا 20 سال محکوم به حبس گردیدند. حسین خیل افسود قاچاق مواد مخدر 48% و کشت این مواد در سال گذشته 18% کاهش داشته است. در بخش تولید، قاچاق، کشت و ضرر مواد مخدر 48% و در بخش کشتشان 18% نسبت به سالهای قبلی کم شده است. حسین خیل کشف و ضبط مقادیر زیادی از ارزهای خارجی و پول ملی نیز خبر داده گفت چندین هزار کیلو هروئین، مورفین، تریاک، چرس، مواد کیمیایی و اسید نیز کشف و ضبط گردیده. مقدار 7564 کیلوگرم هروئین، مقدار 24281 کیلوگرم تریاک، مقدار 6583 کیلوگرم مواد کیمیایی، مقدار 128582 کیلوگرم چرس، مقدار 4434 لیتر مسکرات و مقدار 51718 لیتر کشمش تخمر شده کشف و ضبط گردیده است. کشف 141 میل اسلحه مختلف و نو و تحویل آن به برنامه دایاک از دیگر دستاوردهای این مرکز بوده است.
حسین خیل گفت ولایت ننگرهار با 94 قضیه، کندهار با 62 قضیه و کابل با داشتن 46 قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضای جرمی مسکرات و مواد مخدر قرار دارند و ولایات میدان وردک، سرپل، دایکندی، پنجشیر، پکتیکا و بامیان فاقد این نوع قضایا می باشد. مشاور پیشین شورای امنیت ملی از تهدیدهای موجود در نظام سیاسی ابراز نگرانی کرده و گفته که برنامه‌های ضعیف حکومت کنونی سبب شد تا در تابستان امسال وضعیت امنیتی بدتر شد. او افزود که بیشتر دستاوردهای 14 سال حکومت حامد کرزی در عرصه‌های مختلف در دو سال اخیر از بین رفته و اشتباهات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و آمریکا نظام سیاسی افغانستان را با تهدید روبرو کرده. گروه طالبان حوالی ساعت 6:30 صبح امروز دو محصل را به همراه یک راننده در ولسوالی جنرس میدان وردک از موتر پیاده کرده و با خود بردن. خلیل اندرابی فرمانده پلیس میدان وردک با تایید این خبر گفته که تلاش ها برای آزادسازی این افراد جریان دارد، اما تاکنون هیچ سرنخی از ربوده شدگان در دست نیست. و دنبال تیراندازی امروز در بخش بازدید کنندگان کنگره آمریکا در واشنگتن اطراف ساختمان بسته شده و کاخ سفید نیز تحت پوشش ویژه امنیتی قرار گرفته. یک مسئول امنیتی گفته که فرد مهاجم بازداشت شده و یک مامور پلیس هم زخمی. منابع مطلع به شبکه ABC آمریکا گفتند که مظنون با نام لری داسون ساکن ایالت تنسی است که به شفاخانه منتقل شده و پلیس شهر واشنگتن این اتفاق را یک حادثه منفرد توصیف کرده و گفته که در حال حاضر خطری متوجه عموم نیست. این در حالی است که هم‌اکنون گردشگران زیادی برای برگزاری جشن شکوفای گلاس در واشنگتن به سر می‌برند. یک هلیکوپتر نیروهای امنیتی در ولسوالی ناری ولایت کنر نشست اضطراری کرد. وحیدالله کنیمزایی والی کنر گفته که این چرخبار پس آنکه دچار مشکل تکنیکی شد در قرارگاه خود فرود اضطراری کرد، اما طالبان گفتند که این چرخبار را سقوط دادند. با این حال کنیمزایی گفت در این رویداد به کسی آسیب نرسیده. هواپیما ربایی در قبرس پایان یافت. وزارت امور خارجه قبرس در صفحه توییترش نوشته که هواپیما ربا بازداشت شده و تمامی سرنشینان نجات داده شدند. قبلا شریف فتحی وزیر هوانوردی مصر گفته بود که پرسنل هواپیما با 3 مسافر خارجی همچنان در اختیار رباینده قرار دارند. رئیس جمهوری قبرس هم گفته بود که این هواپیما ربایی ربطی به فعالیت‌های تروریستی ندارد. هواپیما ربا سیف الدین مصطفی نام دارد که به گفته وزارت امور خارجه قبرس از این کشور تقاضای پناهندگی کرده. یک هواپیمای مسافربری ایرباس 320 متعلق به شرکت هواپیمای مصر صبح امروز در پرواز از اسکندریه به قاهره رو بوده و به قبرس برده شد. تدابیر امنیتی امروز در دومین روز سفر رئیس جمهوری چین به چک تشدید شده. انتظار می‌رود بزرگترین تظاهرات در اعتراض به این سفر برگزار شود. درگیری های میان فعالان طرفداران تبت و شهروندان چینی دیروز نیز صورت گرفت. پلیس چک 12 نفر را به دلیل پایین آوردن پرچم های چین، بر افراشتن پرچم تبت و پاشیدن رنگ سیاه روی پرچم چین بازداشت کرده. قرار است رئیس جمهوری چین با تشریفات نظامی کامل از قلعه پراگ دیدن کند و با میلوش زمان رئیس جمهوری چک قرارداد همکاری های استراتژیک را امضا کند. نوبت است به خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان عصر امروز در آخرین مسابقه‌اش در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و انتخابی جام ملت‌های 2019 آسیا مقابل سنگاپور به پیروزی رسید. در این بازی ملی پوشان افغانستان با پیروزی 2-1 سنگاپور را شکست دادند و به این ترتیب به رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با رقابت‌های جام ملت‌های آسیای 2019 راه پیدا کرد. این بازی عصر امروز با حضور نزدیک به 30,000 تماشاگر در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد. صدها نفر از ورزشکاران دیروز در تظاهراتی در شهر
کابل از دولت خواستند در فعالیت فدراسیون های کمیته المپیک دخالت نکنند. این ورزشکاران مدعی شدند که ورزش در افغانستان قربانی بازی های سیاسی شده. محمد ظاهر اقبر رئیس کمیته ملی المپیک در این تظاهرات گفته که دولت باید زمینه را فراهم کند تا ورزشکاران به جای تظاهرات در خیابان ها وقت خود را صرف تمرین و شرکت در مسابقات ورزشی کنند. هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری برای حل اختلافات موجود میان ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک دستور داد تا طرح قانون ورزش ظرف 6 ماه آینده آماده و به وزارت عدلیه سپرده شود. بینندگان و شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان. شب آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.